سلام عرض کنم، خدمت شما دوستان عزیز و همراه. بنده رسول بزرگواری هستم از رادیو نل در خدمت شما. مغز انسان‌ها پردازش کننده و تجزیه کننده تمام موضوعات، مسائل و حوادث و اتفاقاتی هستش که پیرامون انسان‌ها اتفاق میفته اما همین مغز دو تا کره داره، نیم‌کره چپ و راست. نیم کره چپ معمولا اینطور هستش که پردازش منطقی اوزا و شرایط و موضوعات و مسائل و تجزیه و تحلیل اونها رو به عهده داره جز اینگر هست یعنی سعی میکنه که با منطق با همه موضوعات برخورد کنه سباق سن، سنگین می‌کنه. میکنه سنجش رو داریم ما باهاش انجام میدیم از طرف دیگه کارهای به حساب خیلی ریاضی مثلا کارهایی که نیاز به دقت و حساسیت داره رو ما بیشتر با نیمکره چپ مغزمون انجام میدیم تولید کلمات جملات و دقت توی انتخاب خیلی از واژه ها رو ما با نیمکره چپ مغزمون انجام میدیم توی این نیمکره ما از احساسات و عواطف کمتر ما سراغ میگیریم یا بیشتر خود آگاه ما توی این قضیه فعال هست و جولانگاه به قول معروف خود آگاه انسان ها هست عقل معاش ما عقل دو, دو تا چهار ما بیشتر با این نیمکره سر کار داره افرادی که چپ مغز هستن با قسمت چپ مغزشون کار میکنن خیلی منطقی و حساس هستن معمولا با این نیمکره بیشتر سر کار دارن و باید با اونها با استدلال و بیان منطقی صحبت کرد در مقابل حالا نمیشه گفت در مقابل مکمل این نیمکره نیمکره راست مغز ما هست نیمکره راست مغز ما الگوها احساسات عواطف و اون هیجانات که در برابر که برای انسان ها اتفاق میفته رو به عهده میگیره و مدیریت میکنه به یه نحوی معمولا انسان ها تولید کلمات رو با نیمکره چپ انجام میدن اما احساسات و عواطف چاشنی این کلمات رو ما با نیمکره راست خودمون انجام میدیم این دو تا نیمکره دو تا نیمکره جدا از هم نیستن مکمل هم دیگه هستن زمیر ناخودآگاه انسان ها عرض کردم نیمکره چپ ما بیشتر خودآگاه ما تو اون قضیه فعال هست و جولانگاه های. آگاه ما هست. اما زمین زمین ناخودآگاه ما تو قسمت نیم کره راست هستش که جریان داره چرا چون همونطوری گفتیم احساسات و عواطف و الگوهای احساسی هیجانی توی قسمت راست مغز ما وجود داره افرادی که راست مغز هستن بیشتر با شعر داستان تصاویر مسئله ها و ضرب المثل ها و کلمات احساسی سر کار دارن جملات و عرض به حضور شما که بیان رنگین کلمات رو ما با نیمکره راست خودمون انجام میدیم زمین ناخداگاه ما هم همینطور هست زمیر ناخداگاه ما معمولا به یه تشبیهی بخوام کنیم مثل یک بچه قولی هستش که شعور نداره یعنی شما هر چقدر که هر چی بهش بگید همون رو انجام میده هر چی بهش دیکته کنید اون کار رو انجام میده برنامه ریزی که کنید براش همون کار رو میتونید ازش بخواید همون کار رو انجام میده این زمیر ناخداگاه ما معمولا تو قسمت راست مغز ما هستش که جولان میده چون تو قسمت راست مغز ما قدرت تحلیل تجزیه و اون چیزهایی که ما در مورد اون آدمهای چپ مغز عرض کردیم وجود نداره یا اگر هست خیلی کم رنگ هست زمیر ناخودآگاه ما از جایی که قدرت تحلیل خیلی کمتری توش هست بیشتر با نیمکره راست مغز ما سر و کار داره همونطوری که میدونید زمیر ناخودآگاهمون رو ما خیلی وقتا با تصویر سازی با شعر داستان و عرض به حضور شما که تصاویری از گذشته همیشه با این قضیه سر و کار داریم ما باشون. افرادی که راست مغز هستن معمولا باید با داستان مثل ضرب به طور غیر مستقیم با کلمات رنگین و استدلال های خیلی به قول معروف شاعرانه عاشقانه و عاطفی با اونها صحبت کرد و این رو هم عرض کنم خدمت شما به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم نیم کره های مغز ما اینطور به صورت کلی بخوام ارز کنم قسمت چپ مغز ما بیشتر با خود آگاه ما سر و کار داره و قسمت راست مغز ما زمیر و قول معروف زمیر ناخودآگاه ما جولانگاه زمیر ناخودآگاه ما تو قسمت راست مغز ما وجود داره متشکرم از اینکه به این کلیپ توجه کردید شما میتونید برای دیدن کلیپ های بیشتر این کلیپ رو سابسکرایب کنید یا میتونید اپلیکیشن رادیو NLP رو دانلود و نصب کنید. متشکرم.